علاقمندان به ورزش محبوب و پرطرفدار مبارزات آزاد، دوباره خوش آمدید. رسیدیم به مسابقه سوم و رقابتی که در وزن 60 کیلوگرم برگزار شده و تا ثانیه های بعد رسما آغاز خواهد شد. مبارز در گوشه سرخ با 19 سال سن از ولایت کابل، کسی نیست جز سید الله دانش و حریفش در گوشه آبی با 18 سال سن از ولایت ننگرهار، کسی نیست جز جواد خان. داور مرکزی استاد محمد اکلیل عادل. قوانین قبلا براتون گفته شده، مر پشت گردن نمیزنین، وقتی که زانو در زمین میخوره سی حالت، البو به صورت نمیزنین، لگد هم به صورت نمیزنین. زمانی که براتون استاپ میگم استاپ، از رنگ راسپانای رنگ مکم نمیگیرین. وقتی که میگم آماده هستی، اگر با آواز ما جواب ندادی باخت گرفتم تا نباز مشکلتان چانس خوب برردی تا. واقعا تذکرات خیلی خوب و بجا را استاد اکلیل عادل داور مرکزی عرض کرد و رقابت رسما آغاز میشه. ببینیم که عملکرد کدام یک بهتر خواهد بود. فعلا که بالای حریف خودش قرار گرفته جواد خان از ولایت ننگرهار افغانستان، ریر نیک چوک بسته شده سوی دانش. تلاش ها همچنان ادامه دارن. مسابقه جذاب است، سالون به وجد آمده از این مسابقه جذاب و هر دو مبارز مورد تشویق تماشاگران حاضر در سالون قرار دارند. در کنار استاد امرودین ترخیل هم قرار داره و قطعا صحبت هایی را با ایشان خواهیم داشت در جریان مسابقه. ببینیم که از این حالت چگونه میتونه استفاده کنه. از حالت فولگار حالا با کنترل در اختیار این مبارز قرار گرفته. سعی که تا پرتاب را انجام بده، همچون تلاش برای انجام حرکت صف میشن. ریر نیک چوک ادامه داره. ریورس خیلی عالی ریر نیک چوک بسته شده سوی خان، همچنان سعی میکنه تو حریفش تسلیم بسازه. رقابت خیلی جذاب بوده. راوند اول مسابقه از استاد محمد اکلیل عادل داور مرکزی است و تمام توجهش به هر دو مبارز معطوف کرده و سعی میکنه تو مشکل برای مبارزین اتفاق نیفته. خودش یک نظر نجات میده. دانش همچنان رقابت ادامه داره، در بکنترول قرار گرفته جواد خان. باز هم فرصت داره تا ریر نیکچوک بسته کنه اگر اجازه برش بده. سایدالای دانش از ولایت کابل است و 19 سال سن داره. حریفش هم از ولایت ننگرهار است و 18 سال سن داره. ریر نیکچوک خیلی خطرناک. آیا خودش نجات خواهد داد؟ واقعا دشوار است نجات دادن از همچین حرکت خیلی خطرناک بسته کرده حرکت خودش جواد خان. سعی میکنه تو حرفی تسلیم بسازه. حالت دفاعی خوب داشته تا اینجای کار دانش و کارش ادامه میده. لحظات خیلی جالبه. سرنوشت مسابقه آیا مشخص خواهد شد؟ باز هم خودش نجات میده. عمل کرده خودش در حالت دفاعی و چندین و چند بار خودش از حالت ریر نیک چوک نجات داده. دو دقیقه و 36 ثانیه، همچنان زمان در حال سپری شدن است. ببینیم که مسابقه به نفع کدام یک به پایان خواهد رسید. در راوند اول ریر نیک چوک به شکل خیلی خطرناک و پرقدرت بستش رسیه سایت الله دانش، همچنان تلاش و ادامه در رسیه جواد خان. البته هر دو عالی کار کردن تو اینجای کار. تلاش ها همچنان ادامه داره، تسلیم شدنی نیست. سعید الله دانش 19 سال است و یک سال هم از حریفش بزرگتر است. رقابت همچنان ادامه داره. تشویق یکسره و ایستاده تماشاگران در سالون چیزیست که ما از نزدیک میبینم. همچنان بعد تلاش خودشون ادامه میتن. خسته به نظر میرسه هر دو مبارز. ببینیم که ایرام چگونه به پایان خط رسی. باز هم ریر نیک چوک این بار دیگه خیلی خطرناک. تپاوت و کار تمام میسازه جواد خان. در راوند اول مسابقه
سابقه به نفع خودش به پایان میرسونه. رقابت جذاب بود. بیننده های عزیز برند مسابقه را دید و برنده مسابقه هست جاد خان از محترم عصمت الله عادل یکی از قهرمانان مبارزات آزاد خواهش میکنیم تا داخل رینگ تشریف بیارند و جایزه به ورزشکاران اهدا کنند. عصمت الله عادل واقعا در این مدت دستاوردهای زیاد را و دست آورده در رشته مبارزات آزاد و یکتن از قهرمانان این رشته ورزشی در افغانستان به شمار میرند. تا جایی که حتی حریفای بیرون مردی خودشان در خاک خودش شکست داده. عصمت الله عادل همچنان یک لوح تقدیر مصرف سازمان TGFC و جنرال منیجر آقای یوسف زای در نظر گرفته شده. رحمت الله یوسف زای برای جناب حکیمی. عزیز امیدوار هستم از دیدن این مسابقه که در وزن 60 کیلوگرم برگزار شده بود لذت کافی را برده باشید. میریم با هم یک وقفه کوتاه را میبینیم، دوباره خیلی زود برمیگردیم با مسابقه بعدی.